سخن از افرادگرایی دینی در محافل و مجامع ملی و بین المللی مسئله تازه‌ای نیست. اگر ما کتاب تاریخ را ورق بزنیم، نه تنها مصادیق از افرادگرایی را در موضوع دین میتانیم ملاحظه کنیم، که در کنارش میتانیم افرادگرایی را در سنت و در فرهنگ هم ریشه‌یابی بکنیم. از همین رو در آیات شریفی کلام الله مجید سوره مبارکه الشعراء آیه 151 با تاکید بر مصادیق از افرادگرایی و عمل متقابل آن چنین آمده: فرمان افرادگران را پیروی مکنید. این بدین معناست که در متن و ریشه دین افرادگرایی تقبیح شده و حتی با این لفظ که از کسانی که افرادگر است شما پیروی مکنید. امروز کابل هم میزبان شمار از عالمان دین از سراسر افغانستان بود برای اینکه با هم بتوانند یک راهبرد دینی در مبارزه با افرادگرایی را پیدا کنند و در کنارش بفهمند و بر مردم افغانستان هم این پیام را بدهند که اساساً ریشه های افرادگرایی در کجاست، چگونه می توانیم در برابرش استادگی کنیم و مبارزه بکنیم. قبل از اینکه بحث امشب را آغاز بکنیم، روی چند تا محور اساسی می خواهیم تمرکز بسیار کوتاه بکنیم. امروز گروه های هستند که مبانی اساسی اسلام را دچار فروپاشی کردند و بسیار خشن و بسیار متحجرانه اسلام را قرائت می کنند و همین موضوع سبب شده است که قرائت های مختلف از دین نه تنها در افغانستان که در جوامع دیگر دینی هم شکل بگیرد و همین مبحث سبب شده است که جوانان و اکثریت مردم مسکون در این جوامع در این مسئله بمانند که کدام مسیر را ما انتخاب کنیم، کدام مسیر را انتخاب نکنیم. امشب میخوایم روی اساساً مبحث افرادگرایی صحبت بکنیم، در کنارش یک سری سوالات اساسی که حتما شما در جریان این مبحث شاهدش خواهد بودین و در ذهن بسیاری از مردم در افغانستان از مهمان محترمی که با من در این بحث حضور دارن خواهیم پرسید. اما قبل از آن میخوایم یک تذکر کوچک داشته باشیم که امشب اگر مهمان گرامی موافق باشن، بحث را در 2 ساعت میخوایم شروع کنیم و ارزیابی بکنیم. یکی مسائل و سوالاتی که در مبحث افرادگرایی در درون افغانستان است میخوایم صحبت بکنیم و بعدش هم یک نیم نگاه در مورد افرادگرایی در منطقه و در سطح کلیش در جهان میخوایم تبصری در این مورد داشته باشیم. قبل از هر چیز دیگر مهمان محترم را معرفی میگیرم، جناب دکتر فضل هادی وزین استاد دانشگاه، آقای محقق زاده عضو شورای اخوت و جناب آقای محمد اسحاق عرب مشاور و سخنگوی وزارت حج و اوقاف. مهمان گرامی، به بس بسیار خوش آمدید. جناب وزین صاحب، اگر شما موافق باشین همان گونه که در مقدمه گفتیم، خیلی کوتاه میخوایم روی یک سری سوالات که در ذهن مردم در درون افغانستان از صحبت بکنیم و روایت شما را به خاطر که امت اسلام میتونن بر تکیه بر علمای دین خود حداقل با ابرهای تاریک که در ذهنشان از خودشان نجات بتن و یک سوال مناسب را پیدا بکنن. امروز هیچ شک نیست که بسیاری از گروه ها همون اساسات و مبانی اسلام را در یک حالت بسیار عجیب و غریب حتی در لبه پرتگاه قرار دادن، اما متاسفانه بسیار کمتر در برابر این گروه ها صحبت شده یا علیهشان با یک زبان شدید اعمالشان تقبیح شده. اگر واضح صحبت کنم، مثلا داعش، طالب و سایر گروه های افراطی که وجود داره، گهگاه ما میبینیم مثلا مثل سیمینار امروزی که در وزارت حج اوقاف ترتیب شده بود، ما صدا بلند میکنیم. سوال مردم این است که طالب، داعش و هر گروه افراطی دیگه به دنبال چه است و آیا قرائتشان از دین قرائت درست است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على رسوله محمد و على آله و صحابه اجمعین. اما بعد، سلام خدمت شما، خدمت همکارای محترم شما در استیدیو، مهمانان محترم، استادان گرامی، بیننده های محترم تلویزیون شما در هر جایی که هستند. بعد از ذات سلام عرض بکنم که قضیه
افرادگرایی، قضیه افراد و تفرید من حیث هم پدیده دینی، هم پدیده اجتماعی، هم پدیده فرهنگی و اقتصادی در مجموع در یک پدیده است که همیشه در زندگی بشر وجود داشت در طول تاریخ. پدیده جدید نیست و بلکه همیشه به اشکال و انواع مختلف که نمادهای مختلف داشته پدیده وجود داشته. درست. و در عصر حاضر متاسفانه که ما دچار پدیده افرادگرایی، برداشت‌ها و دیدگاه‌ها و کنش‌ها و کنش‌های افرادی و تفریطی متاسفانه که در سراسر جهان، در ادیان مختلف، در مکاتب فکری مختلف، در جریان‌های سیاسی مختلف، در مجموع در دیدگاه‌های فرهنگی مختلف متاسفانه دیده میشه و امروز هم بشریت از این پدیده رنج می‌بره. درست. به خاطر باز کردن موضوع ایجاب می‌کنه که ما به هر پدیده باید یک دید علمی داشته باشیم، دید متوازن داشته باشیم، دید همه جانبه داشته باشیم، او را در یک بستر وسیع‌تر باید ما نه در یک بستر انتزاعی مجرد و مجزا از دیگر پدیده ها بریده مطالعه نکنیم، بلکه ایجاب میکنه که هم جانبه ببینیم. مهم است که افرادگرایی در مجموع این ریشه ها ببینیم که افرادگرایی خود افرادگرایی اصلا چیست. البته درباره خود اصطلاح افرادی افرادگرایی هم اما قسمی که شما گفتین دید قرائت های مختلف وجود دارد، در مورد تعریف و مفهوم افرادگرایی هم افرادگرایی چی در شکل یک طرف افراد چی در طرف دیگه افراد متاسفانه همیشه دیدگاه مختلف وجود داره. به خاطر یک حتی مثلا بعضی مردم مثلا حتی مجرد التزام به دین حجاب، التزام به حجاب، التزام به مظاهر دینی را مثلا، حتی مقضیه ریش ماندن مثلا، حتی نماز خواندن، حتی حج رفتن مثلا، حتی صحبت از مبارزه با استعمار مثلا، با ظلم و بی‌عدالتی را در مجموع هر کسی که صدای بلند کنه اون میگن یک دید افراطی هست. یعنی در مجموع متاسفانه این دید وجود داره که در مجموع بعضی دیدگاه هست که حتی خود اسلام دین من هست دین افراد میگن و گاهی اوقات بعضی مردم کوشش میکنن اصلا هدف و قصد از کوبیدن افراد گرایی کوبیدن خود دین اسلام است. البته یک نقطه. نقطه دیگه ایست که متاسفانه افراد دیدگاه افرادی در برداشت های افرادی از دین هم وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. مثلا صدر اسلام خوارج وقتی که منحیز پدید خوارج منحیز یک جریان یک پدیده فکری و بعدن سیاسی و اجتماعی بود تبارز کرد، یک دید افرادی داشت که حتی مسلمان هایی که به کسی که مرتکب گناه کبیره باشه اون تکفیر میکردن. ولی خود شما ببینید که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه خلیفه راشد مسلمان ها نتیجه قربانی یک دید قرائت و دید افراطی و برداشت انحرافی از دین بود در مجموع. به همون ترتیب بعدها میبینیم در طرف دیگه که در طرف دیدگاه مقابل خوارج، کسایی که دیدگاه بنای معتزله مشهور است، اونا در طرف دیگه افراط رفتن، به خاطر که حتی اگر اونا در یک طرف افراط کردن، این دیدگاه در طرف دیگه افراط کردن که در نتیجه و برداشت های مختلف افراطی به وجود آمد. مهم است که ما اول سر تعریف افرادگرایی باید متفق شویم که افرادگرایی یعنی چیز، به خاطر که یک مصطلح مبهم مثل بنیادگرایی، مثل اکستریمیزم، مثل خودش یک بسیار پوزش میخوام که حرفتان قطع میکنم. هیچ شک و تردید نیست که سلسله صحبت های شما میتونه پیام بسیار ارزشمند بر مردم افغانستان داشته باشه با تصویر واضحی که شما با تعریف از افراطیت و افرادگرایی داشتین، اما عملا بحث را که امشب ما ترتیب کردیم میخوایم به بعضی از مسائل بسیار سریع و رک راست پاسخ بدیم. بسیار خوب، بسیار عالی. چنانچه جلسه امروز ترتیب شده بود سر لوح کار به خاطر تقویع حملات انتحاری که در افغانستان وجود دارند، در این جغرافیا گروه هایی که مردم اولین بحثی که از افرادگرایی میکنیم طالب و داعش و سایر گروه هایی که هست در ذهنشان مجسم میشه، بحث این است که آیا همین گروه های افراطی، طالب، داعش یا هر گروه دیگه را که شما پسوند یا پیشوند برش نام میگذارین، برحق هستن؟ به خاطر چه؟ اردو و ارتش افغانستان شعارشان این است که الله، وطن و وظیفه و میخواین بر از این مبارزه بکنن جغرافیا، ولی اون طرف طالب و داعش گروه های دیگه هم شعار میتن که ما میخواییم امارت اسلامی برپا بکنیم. این سبب میشه که جوانا منحرف شوه ذهنشان که کدام یک برحق است. من یک سوال کوتاه، آیا طالب و آیا داعش و گروه های دیگه برحق هست با آنچه میگن؟ ببینید ما در اینجا بحث سیاسی نمیکنیم استاد. از این که بحث های سیاسی مثلا نام گرفتن، تقبیه کردن، همیشه رسانه های کار میکنن، دولت مردم میکنن، جریان سیاسی میکنن. ما را اگر ما خواسته باشیم که یک دید علمی داشته باشیم از قضیه، دید واقعی که ما را مشکل ما را حل کنه، ما را به جای برسانه، او یک گپای تبلیغاتی، صرفای تبلیغاتی است. ما گفتم نکنیم در این میزی که ما هستیم اینجا، ما به خاطر بحث سیاسی جمع نشدیم نامدیم. درست است، این کار رسانه هاست، کار دولت است و کار من میخوام بیام. ولی سوال بسیار مهم است که مثلا ما گفت مرز کردیم خدمت شما که گرانه رو شما نامش گرفتین، جرانه دیگه که شما نامش نگرفتین، در مجموع متاسفانه ای پتیده موجود است. سوال است که
در ما مایره میخوایم عرض بکنم از این نقطه که ما را اصلی است که ما پدیده افراد گرایی را چی در شکل دین ستیزی باشه درست و افراد است افراد درست است مثلا سوالی است که ما میگم چرا ما همه بحث فقط به این منحصر عرض می است که چرا تمام بحث افراد گرایی را ما در محدوده کسایی خلاصه میکنیم که ناش از شعار دینداری را دارن چرا ما این صحبت نمی کنیم بیان که بحث واسه تر بکنیم که هر کسی که افراطی است چی از عادت دین صحبت میکنه چی دین ستیز است چی دین گریز است چی مثلا اندوشه های سکولار بسیار تند و تیز مطرح میکنه در جامعه که تا سکنیم دین دین سوال میگه پیغمبر دین سوال سکنیم جناب از این سوال ولی اگر اولویت بندی کنیم مردم افغانستان از چیز رنج میبرن که عملا اونها سنگ دین بر سینه میکوبن بله مثلا انتحاری حتی کسانی که میرن در مسجد خودشان منفجر میکنن بله من این خوب غنیون القول است واضحه مثلا که هر کسی که قضیه کشتن مردم، قتل مردم، ترعیب و ارهاب و تخویف مردم در مجموع این اعمال است که کاملا محکوم است، کاملا مردود است هر کسی که انجام میده به هر نامی که انجام میده به هر ذریعه و بهانه‌ای که انجام میده در مجموع این ما شما رو بار تکرار کردیم عرض ما است که ما را برخورد تبلیغاتی ما را به جای نمیرسانه به این خاطر ببینین که مثلا آل شما بعضی گروه ها را نام گرفتین درست است؟ تحلیل های تازه همین شما عرض میشنوین که جیران ها کسایی است که نمی جیران ها را به وجود آوردن مثلا نه سوال است که از کجا تسلیه میشن کیو را تنویل میکنه به خاطر به وجود میاره اون طرف شما اسلاموفوبیا دارین در غرب درست. اسلاموفوبیا درست. اسلام حراسی دارین در غرب دیر تازه بیان در بخش دو برنامه رو این مباحث ما صحبت میکنیم بله عرض ما میخوام این عرض بکنم که ما یک دید متوازن داشته باشیم یک دید متدل داشته باشیم که ما را ما باید ما مردم اطلاع رسانی بکنیم درست. و به مردم خط بدیم جهت بدیم که درست. در ریشه کن ساختن پدیده افراد و هر دو طرفش چی افراد از آدرس دین به نام دین داری در قسمت آخر برنامه داریم جناب در مجموع ما یک راهکار داشته باشیم در قسمت آخر برنامه داریم پس حال جزه بتین که جناب مقزاد صاحب سوال خواهد داشته باشیم آقای مقزاد یک سوال اساسی مردم در افغانستان باور دارند که علمای دین یک قدر در برخی از مواقع سکوت کردند در برابر مسائل و این سکوت هم ریشه‌های خاص خودش را دارد بسیاری ها تصور میکنند که جو حاکم مساعد نیست ترس از جان و بعضی از موارد دیگر اگر یک روایت از شما داشته باشین فکر میکنین واقعا این تعبیر درست است که سکوت بوده یا اگر سکوت نبوده فکر میکنین چرا پس این مباحث افرادگرایی و این انتحار انفجار و مباحث از این قبیل بسیار بالا گرفته و شدت پیدا کرده بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه با عرض سلام خدمت شما و اساتید بزرگوار و بینندگان عزیز و محترم هموطنان عزیز سلام بر شما عرض شما حضور شما که وضعیت کشور ما به دلیل پشت سر گذاشتن چند دهه جنگ و بحران بسیار در مرحله حساس خود رسیدن و من فکر نمیکنم که علما سکوت کرده باشن تا جایی که ما شنیدیم و از رسانه ها تعقیب کردیم یا از منابر و از مساجد و جاهایی که علما باش سر و کار دارن مراکز علمی و مراکز دینی اما دیدگاه های خود نسبت به مسائل دینی و مسائل اسلامی بیان کردن درست چیزی که بسیار مهمه که من میخوایم عرض بکنم که اسلام برای ما به عنوان یک معیار مطرحه دین مقدس اسلام درست و علمای اسلامی هم همونطور که خداوند در قرآن مجید می فرمایند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یخشى الله من عباده العلماء تنها کسانی که از خدا می ترسند علما هستند و علمای ربانی و علمای دینی از هیچ نیروی و از هیچ قدرتی نمیترسند چون اینا میدانند که وظیفه علما گفتن حقایق و گفتن دستورات دینی و دستورات اسلامی و اگر خدای نخواسته در این را مشکلی هم برشان پیش میاد از جانب خدا ماجوره و ثواب میبره و به تعبیر دیگر که احد الحسنین نصیب میشه یا پیروز میشه در میدان نبرد تبلیغاتی و نبرد فرهنگی یا اگر هم به شهید شدن که
شهادتم بسیار مقام بالایی که ما در روایات داریم که بالاتر از او هیچ خوبی وجود نداره. ما فکر میکنم که متاسفانه تبلیغاتی که بر علیه علما و مسلمین صورت میگیره بسیار وسیع و گسترده تر از او چیزیه که علما تبلیغ میکنه. به همین دلیله که ما هم هر وقت گپ از افراط و افراطیت میزنیم بلا فاصله در ذهن حتی در ذهن خود ما به عنوان مسلمان ها تداعی میشه، در حالی که همونطور که استاد فرمودن خیلی از مسائل افراطی امروز در دنیای غیر اسلام هم وجود داره، اسلام ستیزی به صورت افراطیش، فرهنگ ستیزی به صورت افراطیش، که و حتی تلاش بر این صورت گرفته و تا اندازه هم باورانده مسلمان ها را که هر وقت که از افراطیت میزنیم یعنی مسلمان ها. بله آقای مقصده، اگر شما اجازه بفرمایین چند مثال از افراطگرایی دینی اگر برای مردم داشته باشین، چون یک قدر صحبت علمی شد، جناب آقای دکتر وزین صحبت کردن، شما هم یک مقدمه برش اضافه کردین، چند مثال از بحث افرادگرایی دینی داشته باشیم که کدام روش ها، کدام روی کرت ها را ما میتونیم برش اطلاق بکنیم که این یعنی افرادگرایی دینی؟ عرشب حضور شما که دین مقدس اسلام در همه زمینه ها توصیه به اعتدال کرد. آیه مبارکه 143 سوره مبارکه بقره است که وکذالک جعلناکم امتا وسطا، شما رو امت وسط قرار دید. وسطیت یعنی اعتدال، یعنی میانه روی. در همه زمینه ها، حتی در زمینه دعوت، وقتی ما میخواییم مردم رو به سوی اسلام دعوت کنیم، خداوند میگه که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. اعتدال در انفاق، اعتدال در معاملات. درست. ما اگه بخوایم برای هر کدام از اینا دلیل دارم از قرآن که خداوند در همه، حتی اعتدال در راه رفتن، اعتدال در گفتار. درست. هر چیزی که و در زمینه هایی که امروز ما باش مواجه هستیم، مثلا در جنگ. درست. بگیم که یک چند نمونه از افراطیت خود شما متوجه میشین، ما مثال نمیزنیم، ما دستورات اسلام رو میگیم و شما میفهمین که افراطیت یعنی. آقای مقصد در اسلام جناب مقصد هیچ شک نیست همان گونه که شما تعریف کردین بنا و اساس اسلام بر اساس اعتدال و عدل گذاشته شده، در این هیچ شک نیست، از آموزه های دینی تا به قرآن تا به سنت نبوی همه بر این مسئله متفق هستند. بحث این است که این تصویر همچنان گنگ است که افرادگرایی دینی یعنی چه؟ شما بیشتر گفتین که حتی در دعوت دین، در رفتار، در جنگ، از همه چیز ما باید از حد وسط کار بگیریم. آیا رفتارهایی که در افغانستان به خاطر دین صورت میگیره، مردم کشته میشن، انتحار میشن، انفجار میشن و در کنار سرها بریده میشه، شما چنین مثال های دیگه را میتونین به عنوان افرادگرایی دینی یاد کنین؟ خب ما شما اجازه ندادین که ما میخواستم بگویم که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که مجاهدین توصیه میکنه یک سلسله مسائل و آموزه های جنگی رو به اونها میآموزه. درست. وقتی که شما بشنوین میفهمین که کارهایی که در افغانستان میشه افراطیت دینی هست یا نیست. حضرت پیامبر بزرگوار اسلام میگه که اگر کسی را در حال عبادت دیدید ولو جوان بود، عبادت غیر از مسلمان ها، یهود، نصارا، در عبادتگاهشان در حال عبادت دیدید نکشید، پیرمردان را نکشید، زنان را نکشید. درست. کودکان را نکشید. خیلی خوب. مزارع را آتش نزنید و مصالح عامه ضرر نرسانید. وقتی دستور پیامبر بزرگوار اسلام اینه، اگر ما کسانی که در افغانستان یا در هر جای دیگر ادعای مسلمانی داره و می جنگه با فراتر نظامی و مرده های که در میدان جنگ کشته میشه مسلح نکنید، مسلح کردن که می فهمین دیگه، یعنی بینیشه نبرید، سرشه نبرید، دستشه نبرید. عرشبه حضور شما خلاف این رفتار باز برش چی میگین؟ خلاف این خلاف این رفتار خلاف دستورات رسول خداست. چی از پیامش برش چی لقب میدین؟ چی خطاب کنیم؟
عرض کردم دیگه دستورات کارهای خلاف دستور رسول خدا. پیامش مردم چی بفهمن؟ این مردم چی میگن؟ مثلا پیشتر از خوارج نام برده شد، جناب استاد گفتن، بر اینا چی میگن؟ اما نایی که استاد فرمودن دیگه که یک تعداد دچار توهم شده بودن و که ما از صدر اسلام تا به حال داریم کسانی بودن که لا حکم الا لله گفته، بله، آمدن شخصیت های مانند خلیفه سوم، خلیفه چهارم، یعنی به حضرت عثمان و حضرت علی را کفار شهید نکردن، همین هایی که ادعای مسلمانی داشتن شهید کردن. بله. اگر یک جمله، یک عبارت برداشت غلط از دین، برداشت غلط از دین، نه این مردم ها باز تعبیر مردم چه خواهد؟ اینا بر حق هستن، ناحق هستن، چه بگویم برشان؟ بسیار واضحه که ناحق دیگه. یک چیزی طبیعیه، وقتی کسی که برخلاف دستور خدا، برخلاف دستور پیغمبر عمل بکنه ناحق. پس امین کسانی که در افغانستان هر روز انتحار میکنن، انفجار میکنن و کودکان و زنان و پیرمردان را در جاده و خیابان به خون و خاک میکشن، بر اینها چه میگن؟ یک تا جمله شما به عنوان عالم دین. شما اما تو که استاد فرمود بحث بسیار خصوصی نکنید، هر کسی، من شما میکنم. گفتین که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر کسانی که خلاف اون تعبیر زیبایی که شما کردین حرکت بکنن، که این مردم عملا میکنن، میکشن، انتحار میکنن، حتی در مساجد انتحار میکنن، به عنوان عالم دین شما به اینا چه لقب میدین، چه خطاب میکنین؟ کسانی که با یعنی بر در مقابل دستورات اسلام و دستورات پیغمبر اسلام عمل میکنه. امین نمیگه. جناب عزیز شما چی میگین به اینا؟ من مثلا مثال میتونم، مثلا شما مثال گفتین به اجازه. ولی قبل از مثال اگر شما هیچ کس در افغانستان کمتر یک پیام واضح به همین مردم چی میگین؟ به کسایی که ما بگم که اول ما میخوام پیام ایز که در اسلام ما هر عملی که مخالف دستورات اسلام باشه، مخالف احکام رضای سر اسلام باشه، قتل انسانی که مسئول دم است، مهدور دم نیست، مسئول است، معصوم است، او قتلش حرام است و از او خاطر قتل کشتن یک انسان بیگناه که مستوجب قتل نیست و از طرف محکمه به صلاحیت به مرگ محکوم نشده باشه، قتلش او در قد مانند زیاد که شما همه بشریت کشته باشید، وان احیاها فکانما احیا الناس جميعا. این یک درست. دوم است که کشتن قتل نفس، قتل نفس، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب اولئك غضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم عذابا اليما. هر کسی بامین گروه ها، بامین جریانات چی میگن شما؟ ما پیام میگیرم به هر کسی که از آدرس دین بنا حق انسان میکشه، بنا حق انفجار میکنه، بنا حق مردم رو به قتل میرسانه، درست است، مردم رو تخفیف میکنه، ایراب میکنه، او غلط کرده، اشتباه کرده، انحراف کرده، او را افراط پیموده، رای تفریط پیموده، او با این کار خود خدمت میکنه به دشمنان اسلام و صاحب دین. اما قسمی که گرگ از خون یوسف علیه السلام برئی بود با مترتب دینم، اسلام و مرزش و احکام اسلام. بسیار تشکر. مثال خودم بگویم، چون متوازن برنامه ایف شدم با آقای عرب، سی ثانیه اگر مثال بگویم که سی ثانیه فرصت بسیار زیاد برتان میتیم، فرصت بسیار زیاد برتان است. چرا آقای عرب، اگر شما لطف بکنین بر مردم افغانستان، چه شد که وزارت حج اوقاف افغانستان چون این سیمینار را ترتیب داد؟ یک ماه پس بزرگترین پیامی که شما به عنوان سخنگوی این وزارت بر مردم افغانستان بیان میکنین چه خواهد بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و استادای بزرگوار، همکاران ما در استیدو و اتاق فرمان و همینطور بینندگان محترم تلویزیونی شما. هدف از ایجاد این سمینار که امروز همه رسانه ها در اونجا حضور داشتن و مردم افغانستان هم دیدن، مشاهده کردن و علما از کل ولایت کشور تشریف آورده بودن، البته این سمینار ما سمینار 30 روز است، امروز تنها مقدمه و افتتاحش بود و این سمینار برای 30 روز ادامه داره. درست. هدف اول، هدف عمدی که ما در این سمینار داریم و اینه که انسجام و وحدت علما و قاطعیت استاد شدن در برابر افراطیت و افراطگرایی، و چون علما هستن رسالت بزرگ و مسئولیت بزرگ در قبال ملت دارن و اینا هستن اساسا در واقع مراکزی برای بیداری مردم و امت ایناست، و از خاطر انسجامی بیشترشان و
استاد شدن در برابر افراطیت و افراطگرایی و تندروی و اونهایی که بناحق مثل که پیش روسا درس کردن اطفال معصوم شهید میکنن، انسانها را بیگناه به قتل میرسانن، یعنی در واقع اعمال و کارهای خلاف آموزه های دینی را انجام میتن، هدفی برنامه صرف به میخاطر جان. دوم جناب سر بخش دوم ببخشید، هدف دوم از برنامه ارتباط به سوال اول شما داره، حمایت از این نظام، حمایت از نیروهای امنیتی کشور، حمایت از همون جوانانی که برای دفاع از ارزش ها و برای دفاع از این ملت و برای دفاع از این خاک و برای دفاع از این کشور در سنگرها مبارزه میکنن و جان شیرینشان از دست میتن صرف برای دفاع از اون نیروها و از این نظام. و بسیار خوب شد که به اهداف اساسی این سمینار سی روزه شما اشاره کردین، اما یک تا موضوع را اگر وضاحت بیشتر بتین شاید بسیار مقبول باشه برای کسانی که پیام شما را میشنوند و پیام وزارت حج اوقاف و مشمول تمام علمای محترم در افغانستان هستند. پیام واضح شد که علیه چه کسان بسیج صورت بگیره و علیه چه کسان در منابر دینی تبلیغ شوه و حداقل در برابر اونها یک جبهه مقاوم دینی شکل بگیره که مردم بفهمانن که این قرائت های دین اساس و اون چهره مقبول دین نیست. پیام واضح شد که چه کسان هستن؟ اساسا برنامه ما روی سه تا محور میچرخه. درست. محور اول آسیب شناسی، بررسی عوامل افرادگرایی. محور دوم چگونگی مبارزه با این پدیده و محور سوم هم رسیدن به یک راه حل مناسب و یک نتیجه مطلوب که همانا راهکارهای عملی دینی در مبارزه با افرادگرایی هست. درست. شما ببینید همونطوری که دین واضح هست و صریح هست و قرآن کریم پروردگار توسط قرآن کریم برای پیامبر صلی الله علیه و سلم پیامبر را مخاطب قرار داده در سوره میته، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله عما یشرکون، بر اینها بگو کسانی که در مقابل تو قرار میگیرند، یعنی جبهه مخالف در برابرت ایجاد کردند، راه ما راه واضح هست، راه ما راه روشن هست، راه ما بر بصیرت و شناخت و منطق استوار هست. این راه ما و راه کسانی که با ما هستند و کسانی که در این کاروان با ما پیش میروند. جناب رسیب شما گفتین هرچند شاید این سال در این مقطع زمانی، چون شما گفتین دو روز دیگه هم هست، شاید یک قدر این روز افتتاحش درست من نمیخوام بپرسم که بالاخره هدف چیه، اما با آن هم حداقل هر محفل، هر نشست، هر همایش یک آجندای بخصوص داره که از قبل تنظیم میشه و تمام اشراف دارن برو که ما میخوایم روی این آجندا صحبت کنیم. یک قدرش شما هم صحبت کردین. پیام نهایی که علمای محترم از این جلسه با خود به ولایت‌های خود میبرند چه خواهد بود؟ در برابر چه کسانی میستیم؟ چرا میستیم؟ و چه تبلیغ باید بکنیم؟ چون این چیز در آجندایتون چه است؟ بله، ببینیم از آنجایی که علما مسئولیت بیدارگری مردم به عهده دارن، بیدارگری و توصیه اخلاقی تا استاد شدن و بسیج شدن فرق میکنه و این پیامی که از اینجا گرفتن ای البته با همکاری خود علما بود و این برنامه هم با همکاری خود علما. اما کسایی که از ولایات افغانستان در شرایط سخت، از یک طرف اوضاعات امنیتی است، مشکلات امنیتی و از طرف دیگر مشکلات سردی و امثال هم، اما با تمام معنا به این مشکلات نهگفته اینا اینجا حاضر شدن، اینا فقط پیامی که از اینجا با خودشان میبرن پیام بیداری است، پیام بیدار ساختن ملت و پیام اتحاد، همگرایی، اتفاق و انسجام و وحدت و پیام نهگفتن در برابر افراطیت و پیام نجات از افراطیت و تندروی است. آیا در وزارت محترم شما برای افراطگرایی و برای افراطیت حداقل شما پیدا کردین که اصولاً کدام گروه ها، کدام جناح ها، کدام اقشار در اجتماع این روزها بر تشدید شدن مبحث افراطگرایی دامن میزنن؟ ببینین همونطوره که پیشتر استادام ذکر کردن، بله، کسانی که برخلاف آموزه های دینی پیش می روند، یک چیزی واضح هست که همه مردم می فهمند و مردم افغانستان به خوبی درک کردن که کی هاست و کی چی کاری را انجام می دهد. اگر شما یک دستبندی کوچک بکنید خیلی خوب شد، چون از یک وزارت صحبت می کنین که اصولا مردم چون انتظار از شما دارن. بله،
خب آدرس هایم متاسفانه در گذشته ها بوده و یا هم کارهای را یعنی کارهای خلاف وقتی که انجام میتن و کار و فعالیتشان بر مبنای دستورات دینی نیست، این مردم افغانستان هم میفهمن و ما هم میفهمیم و دیگر ها هم میفهمن، ولی هر روز شدتش دامنهش بلند میشه و این خب آتش شعله‌ور میشه. ما شما قضیه را یکم که عمیق‌تر ببینیم، بیرون از افغانستان هم اگر ما ببینیم این قضیه یک موضوع بسیار کلانتری هست. اون بخش دوم که منطقه است و همسایگان و نظیر پاک روی نیست صحبت میکنیم، اما سوال من مشخص بود که آیا برای شما مشخص شده که چه کسان این روزها در افغانستان به پدیده افراطگرایی بر شدتش دامن میزنه که حداقل اگر شما میخواین یک وحدت را ایجاد بکنین، خب معلوم است که در برابر چه کسی این چنین چیزی است؟ پیام؟ بله، خب متاسفانه ما درگیر مشکلات هستیم. مشکلاتی که فعلا در کشور موجود هست طبیعی است که از طرف آدرس های مختلف، نه اینکه مشکل است، ما حداقل ما میفهمیم که در درون افغانستان ایکس وای زد این گروه ها افراطگرایی را تبلیغ میکنن، برای مردم از افراطگرایی میخوان یک تصویر خوب به تن، حالان که خلاف است. چون این پیام هست یا خیلی ساده؟ بله طبیعی است که پیام هست، پیام بیداری هست. و نه، سوال من این است که چه کسان افراطگرایی را دامن میزنن؟ چه تصویر وزارت چه است؟ خب شما ببینین، از آنجایی که وزارت یک سکتور امنیتی نیست، فقط بیشتر مسئولیت و رسالت اخلاقی داره و مسئولیتشان هم بیشتر در محور بیداری مردم میچرخه و اینجاست که ما در این قسمت شوراهای متعددی داریم در ولایات به خودی مرکز و حتی در ولسوالی ها. و اما ای که چی کسانی دست به افراطیت میزنه و در پشت صحنه کیها هستن و طراحان اصلی این سناریو کی است، شاید سکتورهای امنیتی به سوال شما پاسخ بگه. خب به شما پیام نداریم. ما پیام بیداری مردم داریم، ما پیام مراجعه به دستورات دینی را داریم، ما پیام مراجعه با آموزه های دینی را داریم، همون تعریفی اصیلی که از اسلام برای ما. ولی اگر من اشتباه نکنم در بخشی از متن که بر رسانه ها رسیده، امروز رسما عملات انتحاری تقبیه شده، درست میگم من در این سمینار؟ خب ببین مشخصا روی عملات انتحاری نبود، یک بخشش گفتم، بخش گسورده بود در کل مبارزه با افرادگرایی. بله، حالا چی عملات انتحاری است، چی غیر انتحاری است و چی جناهای دیگری است با کار و فعالیت های منعکس با حملات انتحاری بشه. اگر فکر نمیکنین که پیامم چنان زیاد مشخص است، وقتی ما سر لوح کار خود میمونیم مبارزه علیه افراطگرایی و بررسی عواملش، ولی اینجا حداقل نمیتونیم به دو فاکتورش مشخصا اشاره بکنیم، این فکر نمیکنید که خطر چه است؟ زیاد پیام وازی نداره. اما طوری که ما گفتیم پیشتر و شما هم در جریان هستین، برنامه ما امروز تنها بخش افتتاحیش بوده و این برنامه ادامه داره و اما در کل عمومیات صحبت می شود و صحبتم روی امون موضوعاتی است، فقط افرادگرایی و راه های مبارزه با افراد. بسیار تشکر، بسیار تشکر. جناب دکتر صاحب، اگر شما موافق باشین و به یک تعداد سوالات می پردازیم، همچنان جناب آقای محقق زاده صاحب و آقای عرب، این بخش از سوالات بسیار کوتاه است که جوان ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی این روزها دست به دست میکنن، ولی یک تعبیر و یک قرائت درست از زبان کسانی که به عنوان ناجی های دین است نشنیدن. مثلا یک مبحث این است که بسیاری هایی که انتحار میکنند، دیگران دربارشان تصور میکنند که شاید در محلی که یا آموزش میبینن بر اینها موارد گفته میشه، مثل این که اگر شما انتحار بکنین در انتظار شما روزگار بسیار خوش هست، نمیدانم صد تا مورد یک شما باز خوب است با مو تعبیر اکادمیکش برش بپردازین. آیا فکر میکنین انسان هایی که خود انتحار میکنن واقعا روزگار خوشی در انتظارشان است؟ اول ببینیم که خب قضیه شما از انتحار شروع کنیم. مثلا انتحار، کلمه انتحار، خودکشی، خودکشتن در اسلام حرام است، اما قسمی که نفس انسان، چی نفس غیر باشه چی نفس خودش، امانت پروردگار است که انسان حق نداره که خود ضرر برسانه، دست خود قتل کنه مثلا، درست. یا خود زخم کنه مثلا، یا خود چی به قتل برسانه. به این خاطر قضیه یک چیزی که از خاطر ما در جهان اسلام ببینیم که در غرب مثلا دیگه جا در قضیه خودکشی و انتحار خیلی زیاد است مثلا، بنده لیکن اسلام نداره. به این خاطر قضیه انتحار، یک قضیه خودکشی، قضیه مفروغ منه که اصلا اسلام جای نداره. یک مسئله، خب یک سوال بسیار مهم است که
یک سوالی که چیز رو پرسان نمیکنه. بجای شما گفتین صریح باشیم، درست اجازه است صریح باشیم، صدا به اجازه شما صریح باشیم. یک سوالی که میشه ما از انتحار و انفجار و افرادگرایی صحبت میکنیم، چند سوال ما میجاد، چند پرسش بسیار مهمی که کس به جواب نمیکنه، نه رسانه، نه جهتای سیاسی، نه جهتای. اولی است که سوالی که چرا کسی خود قادر میشه خود بکشه، مثلا سیز به خود واسکت بسته کنه، به هم بسته کنه مثلا، و خود به یک جا انفجار بده، درست است؟ درست. چی عوامل فکری، چی عوامل اعتقادی، چی عوامل روانی، چی هم عوامل سیاسی و عکس العمل اقتصادی سیاسی، همه چیز چی تراکمات موجود است که یک جوان 18 ساله 20 ساله را، کسی که هر کس زندگی را خوش داره، او را به این میرسانه که وادار بکنه که خود به یک جای از خود یک خود تیر شه. مردم به خاطر زندگی ما زنده ماندن هر کار میکنن و یک کسی پیدا میشه که خود میکشه. یک سوال است، سوال چرا؟ امین من هدف من در سوال امین است. خب بله چرا؟ به چرا جوابش مختصر بگویم. دی چند یکی مثلا از نظر فکری، مثلا برداشت های غلط دادن به یک کس که او را چیزی که اسلام است، چیزی که غیر اسلام، اسلام نیست، خود یک جوان دادن مثلا که اسلام است، و برداشت های مثلا مسلمان ها را تکفیر کردن، مسلمان ها به گناه تکفیر کردن، مثلا جامعه را تکفیر کردن در مجموع، این از نظر فکری که فکر نو به آماده میشه، از نظر اعتقادی آماده میشه، از نظر روانی توان حالت روانی تو قضیه سایکولوژی هم است، از نظر روانی قضیه است که در روان شناختی دی ریشه های بسیار مهم داره که او به آماده میشه. مثلا چیز دیگه که ایره تغذیه میکنه، تغذیه جهت استخباراتی مثلا. ببینین این کسایی که بیشتر استاد شرک، کسایی که طراح قضیه هستن، شما میفهمین که اصلا یعنی اندیشه تکفیر در عصر حاضر این در زیر در دستگاه اتاقای تاریک استخبارات منطقوی و جهانی شکل گرفته، و همیشه استخبارات دنیا به صورت استخبارات غربی، استخبارات منطقوی کشورها اونا در پشت پدیده های افراطی بودن که همیشه نهج اعتدال، خط اعتدال اونا، مثلا گروه الهجره و تکفیر در مصر که مادر تم اکثر گروه های افراطی تکفیری دنیا شمرده میشه، در زیر تحلیلایی که موجود است، حقایقی که است که استخبارات رو به وجود آورده. عرض می اسکی جناب دکتر، من خواهش کردم که اجازه بدید مقتدی، مثلا رسانه به طور مثال، شما در کشور اسلامی هنوز افغانستان که مردم در اینجا 2 میلیون شهید دادن، درست است؟ 40 سال در کشور خون روان است، از رسانه ها به شمول رسانه شما، اجازه بدید شما رو نقد کنم به خاطر اینکه شما اول ما رو گفتین، با وجود که من رسانه خودم در همیشه رسانه در رسانه است، رسانه رو دوست دارم و همیشه آزادی بیان شما رو میشنویم، شما رو نشر کنید. مثلا در تلویزیون ما، سون تلویزیون شما مثلا، نه شما یک دختر نیمه برهنه را میارین در کشور مثل که افغانستان دیگه مردم خون دادن، او رو شما در سر استیج میرقصانین، معذرت میخوام خواهش میکنم خواهش میکنم شما مثلا و چیزهای به شکل مبتذلی که با فرهنگ افغانستان، با دین افغانستان، با آرزوهای مردم افغانستان در مجموع در تعارض است، شما چی میگین که افراد گرایی تغذیه نمیکنه؟ یه برای ما احتضال وجود میاره. مثلا شما مثلا پول های گزافی که به خرج داده میشه، مثلا داخل کشور مردم پیغمبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنن. دمی روز چند روز قبل تیر شده که مردم به خاطر یک نظر اختلافی با یک عالم که حال غلط کرده باشه، اشتباه کرده باشه، به جای خود باشه، غلط گفته باشه به جای خود، لیکن بنا از یک آدرس شما همه دین مردم توهین میکنن، اسلام توهین میکنن، علما را توهین میکنن، از جمال الدین افغان شروع تا تمام مسلمین و علما توهین میشه، و کسی در این کشور گورا شما چی گمان میکنین که توهین علما و دانشمندا و اسلام؟ شما بله شما انتقاد کردین، شما انتقاد کردین با کمال میل، نه تنها که رسانه ها میپذیرند که این یک امر واقعا اساسی است که باید برش توجه شود، اما یک پیام مردم بگذارین که در این مبحث روی صحبت بکنیم. بالای دختر کودک 6 7 8 9 ساله تجاوز میشه، بسیاری از کودکان به انواع مختلف انتحار میشن، درست؟ مباحث فجیع‌تر و بدتر از این هم صورت میگیره. اما آیا در مبحث تجاوز شما کدام روز یک تجمع کلان در افغانستان شاهد بودین از کسانی که ببینید بعضی کلام تجمع شما ببینید که تجاوز کردن در کودک باشه، بزرگ باشه، محکوم است، شما اسلام میفهمین که موقف اسلام و دین در مورد تجاوز جنسی چیست؟ واضح روشن است که مزایده کار نداره، لیکن شما چی فکر میکنین که نشر سریال هایی که کلش احاد جنسی داره، حتی لقطات یا مقطع های جنسی واضح در سریال ها هست، شما چی گمان میکنین که مردم جوان کی رو میبینه او باز تجاوز جنسی نمیکنه؟ وقتی شما را تهیج میکنین، به تهیج میشه، تحریک میشه، تمام غرایز و شهوتهای تهیج در منتصف لیل، وسط هزارها هزار تون سی دی مزخرفی که کلش سی دی جنسی در پیش در داخل پایتخت که شبر اطراف نشر میشه به دست همه مردم است، غیر از شبکه های اجتماعی، شما چی گو میکنین که مردم انوز هم شما شکر بکشین به خاطر اینکه مردم از اینکه در بیشتر فراتر نمیرن؟ بخواهم متاسفانه من گله میکنم از رسانه ها، گله دوستانه میکنم که متاسفانه رسانه ها، یعنی شما فکر میکنین یک انسان منزلت و جایگاهش همین قدر
قدر است که با نگاه یک رسانه میتونه دست به تجاوز بزنه؟ استاد شما منهج قدر علمی بحث کنین، متوجه با شما گزینه ها را مساعد میکنین. جناب دکتر نفر شما در دریا بندازین، شما همین لحظه گفتین که با دیدن این مسائل یک انسان میره دست به تجاوز میشه. شما جایگاه یک انسان این من میخواستم یکی جستیفیکیشن یا تبرير توجیه یک عمل است، یکی اندرستاندینگ یا دانستن فهم درک قضیه است. من میخواستم قضیه را درک کنیم. ولی بحث مردم این است که ولی بحث شما درد مردم این است که کسانی که میتون مردم ذهنشان و فکرشان روشن بکنه و زدودن اون خرافات و غلوهایی که در اسلام از چهره اسلام پاک بکنن کمتر به این مباحث شده. اینا میپذیره باید بپذیره. عرض میز که تلویزیون شما در داخل اتاق خواب انسان در سالن بان اتاق خواب است، وقتی که او سریال های جنسی رو نشر میکنه ولی شما رسانه را در نتیجه شما یک امام مسجد در یک جای صحبت کنه، صحبت رو 100 نفر میشنوه. درست است رسانه های شما را میلیون ها انسان نه تنها داخل افغانستان در خارج افغانستان تا اتاق خواب تو میشنون. بنکس سری صحبت کنیم، نه به خاطر امام رسانه ما قسمت صحبت شما را پذیرفتیم که ممکن شما قبول میکنید با ما که رسانه ها نقش در جهت تغذیه افراد کار میکنن؟ شما با ما قبول میکنین اینجا من از یک ژورنالیستی که در صحبت با هست قبول میکنین شما؟ ولی رسانه را شما نمیتونین به یک قسمت شما تعریف بکنین. رسانه انتخابات را برگزار کرد و مردم ذهنیت را روشن کرد. رسانه ها برای مردم من رسانه را محکوم نمیکنم استاد، من فقط دلیل مشخص میگم. از بس ما دور رفتیم که سوال مشخص این بود که اگر چنین مورد در افغانستان در هر نقطه از این جغرافیا صورت میگیره، آیا تقبیه کردنش یک امر خوب است؟ نه تنها تقبیه، بلکه او جسش گرفته شده باید و نه تنها در بعضی حالات میپذیرین که این مبحث زیاد بوده یا نبوده؟ ما با شما موافق نیستم که این مبحث در افغانستان زیاد است. افغانستان مردم جنون جنسی را نمیتونیم بگیم که افغانستان در جنون جنسی به سر میبره. حالات درست در هر کشور در هر جای تخطی جنسی تجاوز صورت میگیره، لیکن الحمدلله به اساس آمار و احصائیه که موجود است تجاوز جنسی به اصطلاح خودداری و روشمندی جنسی در افغانستان بهتر است. از بس دور نریم، حتما این مبحث یک قدر از بس اصلی ما را دور کرد. اما شما پیشتر صحبت کردین به سخن یکی از مولوی صاحبان که دست به دست شد این مبحث. من این پیوند میتونم با این مبحث اکادمیک که بسیار کوتاه سر صحبت کنیم، بحث مبحث تجددگرایی و اسلام. فکر میکنین پل میان این دوتا چقدر با هم نزدیک است؟ بسیار خوب. ببینید ما در اسلام مثلا ما یک حدیث داریم از پیامبر صلی الله علیه و سلم که ان الله یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها، که در هر صد قرن صد سال یک کسی میاد که برای مردم دین تجدید میکنه. مفهوم به خاطر تجدید در دین یعنی زدن غبار، اضافات، کمی ها در دین وظیفه همیشه باید یک پروسه مستمر و دوامدار است که همیشه باید ادامه داشته باشه. و از اون خاطر همین مرونت و فلکسیبیلیتی و نرمشی که ما شما در این تفاضلی که در اسلام هست میشه، در همیشه در برای هر زمان و هر مکان اسلام است. به خاطر همین که تا امروز اسلام پویا هست، زنده هست، بالنده هست در دنیا، به خاطر عزیز که اینمی عنصر اینمی دینامیزم داخل خود داره. به خاطر قضیه تجدید در دین به خاطر زود دادن خرافات، بدعتها از دین، اظهار و ابراز چهره سوچه و صفای دین برای مردم، دینی که از جانب پروردگار آمده بدون کم و زیاد، یک پروسه دوامدار است، همیشه است که باید باشه. به خاطر همیشه ما با جمود متاسفانه ما در بسیار حلقات علمی و دینی خود بین علمای خود متاسفانه ما از یک طرف اگر دچار در قسمت جن ستیزی و دین گروزی دچار هستیم، متاسفانه در طرف دیگه جمود فکری است در بین علمای متاسفانه ما در قبول بکنیم، باید در جهت کار بکنیم. از این خاطر است که علامه اقبال ببینید که کتاب به خاطر تجدید فکری دینی مثلا آمد، حسن البنا به خاطر از آمد، جمال الدین افغانی به خاطر از آمد، مولانا ودودی به خاطر از آمد، محمد باقر صدر به خاطر از آمد، مثلا آیت الله طباطبایی به خاطر از عرض میز که دکتر علی شریفی. وقت ما تمام است و دو مهمان محترم دیگه هم برشون باید فرصت بدهیم. اما پیش از آن که من به مهمانان دیگه سوال خودم مطرح بکنم، همین مبحثی که شما مطرح کردیم، اگر من اشتباه نکنم درک درست کرده باشم، صحبت بود که در مورد شاه امان الله بود. شاید در شبکه های اجتماعی یکی از ویدیوهایی بود که به همه جا رسید، اما طور که شما گفتین به ویدیوهایی که به ذهن همگان میرسه باید پیام واضح داشته باشیم. مردم به دوراهی ماندن، یک طرف این پیام، یک طرف دیگر پیامی که در ذهن مردم است. بحث کلانش مبحث ریش بود که گفتن شاه امان الله ریش تراشید،
و یک بک نحو پیوند دادن به بیدینی. حالا اگر دیگه ما باعث شبانیم ده ما رو چه پیام دارین شما؟ من با ویدیو رو چند بار دیدم. اون ویدیوی مطمئن از دون فیره که نشد شد یک بار نه چهار هفت شش دفعه ما اون رو خوب به دقت دیدم و استاپ پلی کردم ببینم تیم چی است. در اون ویدیو ما رو دیدم که طبعا ما با جناب مولانا صد اختلاف میکنم که در قسمت نظر شخصی مثلا کلی حال که مثلا کلمه بیدین گفتن از نظر شخصی من کلمه شاید مناسب نیست، درست نیست، مثلا وایز که آدم با گمان نیک میگن در اهل قبله، لیکن قزمی یک ماده تکفیر است درو ویدیو، یکی تکفیر کردن است کسی را که کافر بگویه، یکی است که بدین گفتن. قضیه تکفیر به معنی است که نفر از دین برآمد کافر شد، یکی قضیه بدین گفتن به مفهوم عزیز که یک نفر رقیق الدین است، یعنی بعضی احکام ارزش های دینی را نمیپذیره، قبول نمیکنه، مثلا ابو عمل نمیکنه، گناهکار است. درست است، اینو که ما در حدیث هم داریم که من لا ایمان له، من لا عهد له، لا ایمان له، یا من لا عهد له لا ایمان له، مثلا کسی که زنا میکنه در وقت مؤمن نیست، یعنی کفر دون کفر داریم در اسلام، یک کفر کوچک کفر بزرگ، یک نقطه. نقطه دوم است که یک بحث تاریخی است. حالا در قسمت امان الله خان خدا همه مردای ما را رحمت کنه، به شمول امان الله خان خدا رحمت کنه، همه مردار را رحمت کنه، خداوند اونها را ازشان باز افتن بگیره. عرض من بحث اونجا نگفته بود، عرض من دوج قضیه به خاطر اون گفته بود که قضیه به حجابی، درست است، رفع حجاب به حجابی در افغانستان و قضیه امان الله اولین پادشاهی بود که ریش خود در افغانستان، در تاریخ افغانستان اولین پادشاه و زمامداری بود که ریش خود تراشیده بود، درست است، فقط در همین حد که ما شنیدیم ششف دفعه ویزو امقدر گفته بود، درست است. پیام همین چه است؟ من بلاز دینی، بس لحاظ دینی ایست که ما وقتی قضیه علمی است که شما قضیه را به شکل علمی بررسی میکنین که علماء را بررسی بکنن که قضیه ریش ماندن، ریش تراشیدن در حد اسلام گناهش چی است، مثلا در کدام حد مطرح است، مثلا و چیز است، و موقف علماء است که ریش تراشیدن گناه است، درست است، گناه است، یک نوع، یعنی یک نوع ضعیف الدین بودن است، مثلا رقیق الدین بودن است، مثلا یا یکی از مظاهر دینی را به او بی ارزش جلوه دادن است یا عمل کردن، این ادای حد است. لیکن قضیه تکفیر دی مطرح نیست، لیکن شما در مقابل ببینین، در مقابل شما میبینیم که یک هجومی که اسلام و دین علما و دانشمندان را توهین کردن، دشنام گفتن، دشنامای کوچه و بازار گفتن و همه علما و دین در مجموع سر جمال دین افغانی را نماندن. و تا شما سوال کنید که کسی که همین جهتی که ویدیو را کشید به کدام وجهتی که معلوم الحال است، مشخص است، واضح است، به خاطر ایجاد یک تشنج در جامعه افغانستان، این سوال مهم است. بخاطر مهم است که ما به طرف تسامح بریم، به طرف بردباری بریم، به طرف همزیستی بریم تا از این تشنجات نجات پیدا کنیم. تشکر. چرا محق صاحب، اگر یک بحثم روی اتحاد در دایره اسلام صحبت بکنیم، گهگاه صحبت از انشابات مذهبی در نه تنها در افغانستان، در سایر کشورهای اسلامی بلند میگیره و یک قدر نارضایتی و یک فضای زیاد خوشایند مقبول شکل نمیگیره، فکر میکنین علل اساسی این جبهات، اگر جبهه شاید واژه درست برش نباشه، صحبت اینگونه اگر بکنیم که اگر ما جدا باشیم چقدر میتونه بر ما آسیب برسانه، اگر متحد باشیم چقدر میتونه بر ما سود بیاره؟ عرض حضور شما که یک شعر است اگر یاد مانده باشه که ریسمان را قوتن در تارهاست، چون که بر هم تافتی اسفندیارش نکسلد. جامعه اسلامی درسته که پیروان مذاهب مختلفه، اما طور که هر مذهب، علمای هر مذهب در مابین خود اختلاف داره، مذاهب اسلامی هم بین خود اختلاف داره و اختلاف بسیار اختلاف جزئیه، اختلافاتی در فروع. ما اگر بخوایم که از اسلام آنگونه که هست و جهان معرفی بکنیم، اسلامی که دین رعفت، اسلامی که دین اعتدال، اسلامی که مخالف دهشت، اسلامی که مخالف ترور، این فقط وقتی میتونیم معرفی بکنیم که متحد و همکار باشیم. این دیگه جای شکی نیست. مثلا الحمدلله در افغانستان پیروان هر دو مذهب زندگی میکنه، هم مذهب جعفری و هم مذهب حنفی، و تا جایی که من یادم میاد، عمر نسبتا کوتاه ما اجازه میده، الحمدلله از وقتی که ما یادم میاد هیچ گونه مشکل مذهبی ما در افغانستان نداشتیم. مشکل قومی داشتیم، مشکل سمتی داشتیم، سیاسی داشتیم، ولی مشکل مذهبی الحمدلله. این سوال چرا مطرح کردم؟ دلیلش من میده یک دفعه من یک چیز بگویم که دو نفر از دو تا کشور اسلامی بزرگ آمدند در افغانستان، یکی از ایران و یکی از مصر،
که ما در خدمتشان بودیم در همه حوزه علمی خاتم النبیین، هر دویشان سخنرانی کردن و گفتن در جهت تعامل بین شیعه و سنی و اتحاد بین شیعه و سنی دنیای اسلام باید از افغانستان الگو بگیره، از افغانستان سرمشق بگیره. و به همین دلیل که الحمدلله ما خدا نیاره اون روز را که خدای نخواسته، چون اگر جنگ جنگ مذهبی شد، وقت پشت جنگ مذهبی تقدس نهفته یا دیگه، آیات قرآنی نهفته است، نمیفهم احادیث نبوی نهفته است، او وقت دیگه جلوی ای به جنجال و بحران هیچ کسی گرفته نمیتونه، چون چیگه ما امروز ثمرات تلخش متاسفانه در پاکستان، در عراق و در جاهای دیگه میبینیم. بله، علت سوالم همین بود که با بظهور رسیدن پدیده نظیر داعش که بسیاری ها تعبیر میکنند از مقدمات کارشان یک ایجاد تفرقه میان مذاهب است، و در افغانستان کم کم این روزها خبر داعش و قدرتگیریش از خان مردم نگران ساخته، حداقل دلیل مطرح کردن سوال من این بود که پیام شما بر مردم چه خواهد بود، به ویژه جوانایی که اگر گهگاه ذهنشان با این تبلیغات و پیام که از طرف این گروه های دشت افکن آگنده میشه، چه است پیامتون؟ خیلی کوتاه. پیام ما به همه جوانان مسلمانیه که اتحاد، هماهنگی و اخوت و برادری اسلامی خود حفظ بکنن. ما در احادیث و روایات هم از طریق استاد حتما انشاءالله خواهند تذکر داد، از طریق برادران اهل سنت و هم از طریق شیعه داریم که هر کسی که بگوی لا اله الا الله و محمد رسول الله، ارزش، آبرویش، خونش برای دیگران محترم. بسیار تشکر. شیعه و سنی این کلمه را میگه و شیعه و سنی در برابر دشمنان اسلام میرزمه، و اگر ما متحد باشیم از هیچ کسی انشاءالله حراسی نداریم. بسیار تشکر. آقا عرب، اگر لطف فرمان خیلی کوتاه، چون وقت برنامه تمام است، یک تا سوال که همچنان در ذهن مردم افغانستان بدون پاسخ است یا کمتر در موردش آگاهی دارن: چگونگی روابط علما حداقل در چند کشور همسایه مثل افغانستان، پاکستان و ایران؟ اگر یک تمرکز جدیتر روی پاکستان داشته باشیم، بسیاری ها تعبیر میکنن که نسخه بسیار خشن اسلام گهگاه از مرزهای پاکستان وارد افغانستان میشه. آیا چون این سند مورد در وزارت شما هست که یک بحث مثل ازی مصداقش وجود داره؟ یک مثلا. و مبحث دوم، چقدر وزارت محترم شما به تمامی مساجد که در افغانستان هست، ببیشه در مورد تبلیغات، در این مباحث اشراف کامل داره، یا همچنان بسیاری از مساجد هست که از کنترل شما خارج است؟ ببینین، من فکر میکنم که همه دو تا سوال شما شاید یک پاسخ داشته باشه. بله. او پاسخ هم در یک جمله روشن میشه. ما همونطوری که در مرکز شورای نواحی داریم، هفتوار و ماهوار جلسه مستمر و پی هم با شخص محترم وزیر صاحب دارن، و جدا از شورای علما که در جاهای مختلف و همینطور در ولایات و ولسوالی ها. و در این قسمتی که آیا سندی در این بخش وجود داره یا نه، خب تحلیل های هر کسی به خودش ربط داره، اما در این قسمت که یک سندی وجود داشته باشه، گویا این که علمایی که از پاکستان می آیند متاسفانه اینها در واقع عاملی برای ترویج فکر افراطیت است، ما نداریم. چرا؟ بیشترین علمایی که در کشور ما از پاکستان آمدن، بیشترین علمایی که فعلا اینجا در خدمت مردمان، اینا از مدارس پاکستان فارغن. پس اگر قرار بر این می بود که این تحلیل درست می بود، ما به مشکل بزرگتر دیگری گرفتار بودیم. اما برعکس، همین علماست که با ما همکارن، همین علمان که فعلا در قسمت بیداری مردم و بیداری اذهان عامه با ما همکار هستند و کار میکنن. بسیار تشکر. همکارم اشاره میکنه که وقت به تمام معنا تمام است. جناب وزین صاحب، بسیار تشکر از حضورتان. جناب مؤخذه، تشکر از حضورتان. جناب رئیس، بسیار تشکر از حضورتان. و ممنون شما بینندگان عزیز که این بحث ما را تا آخر دنبال کردین. امیدوار هستیم که از این مبحث پربار و پرمغز و ارزشمند که در مورد افراطگرایی دینی و مباحث فروعات کوچکتر از آن بحث شد، پیام در خور
درک و تعمل برای کسانی که بیننده برنامه بود رسیده باشه. تا برنامه دیگر پاینده بمانید. بدرود. خدا نگهدار.